چه رنگ آسمون زمینمون، وقتی دستامون تو دست هم باشه، وقتی تو قلبای هر کدوم ما خوبی ها زیاد بدی ها کم باشه، میشه همراه شما پل بزنیم از سیاهی به سفیدی و امید، با خدایی که نگاهش به شماست میشه آسوده به خوشبختی رسید. دوستان عزیز سلام، وقتتون بخیر. امیدوارم که هر کجا که هستین سالم و سلامت باشین. ما امروز در برنامه همراه با شما موضوع در واقع آموزش مسائل جنسی، آموزش مناسب مسائل جنسی به فرزندان رو صحبت خواهیم کرد و مهمان عزیز ما امروز خواهر لوئیز مخوف هستن. دوستان منم سلام عرض میکنم خدمت شما و همونطور که در اطلاع هستین میتونین از طرق مختلف شبکه‌های اجتماعی و همینطور روابط عمومی امروز با برنامه ما در ارتباط باشین. برنامه همراه با شما برنامه زنده که روزهای دوشنبه، سه‌شنبه و چهارشنبه ساعت 8:30 شب به وقت ایران به صورت زنده پخش میشه. پس حتما امروز میخواییم که نظریات، سوالات و همینطور پیشنهادات شما رو بشنویم و ما رو از نظراتتون مطلع بکنیم. با ما همراه باشید. ما در فرهنگ و جامعه زندگی میکنیم که صحبت در مورد مسائل جنسی با کودکان خیلی وقتا یک تابوه و معمولا مادر پدرها در این مورد با بچه‌ها صحبت نمیکنن. آیا این کار اشتباهه و یا درسته؟ و اگر درسته از چه سنی و چطور میشه با بچه ها در این مورد صحبت کرد؟ امروز خواهر لوئیز رو بین خودمون داریم که خیلی خیلی خوش آمد میگیم و خوشحالیم که میتونیم در این مورد صحبت کنیم. خواهر لوئیز خوش اومدیم. مرسی انگامه چان، شبتون بخیر. سلام عرض میکنم همینطور خدمت بینندگان عزیز. خوشحالم دوباره با شما هستم و این بحث جنجالی رو در واقع با هم دیگه بررسی میکنیم، ببینیم همطور که گفتید آیا درسته با بچه هامون صحبت بکنیم یا نکنیم، چون یه چیزی هست که تابو هستش در جامعه ما. مخصوصا دقت کردم که حتی افرادی هستن حتی تا موقع ازدواج اون اطلاعات درست رو از مسائل جنسی ندارن و یا اگر اطلاعاتی دارن اطلاعات غلطه و بیشتر شایعاته، بیشتر حرفاییه که بین هم پچ میشه. برای اینکه تعلیم درست از این مسئله داشته باشن برخورد نکردم و لااقل میتونم بگم هیچ برنامه تلویزیونی تا حالا در این مورد ندیدم که آماده شده باشه برای بچه ها. پس شاید واقعا خیلی از پدر مادرها مخالف باشن با صحبت کردن در این مورد، برای اینکه شاید فکر کنن که بچه پر رو میشه یا بیش از حد این چیزا رو نباید باهاش صحبت کرد، و یا البته شاید هم پدر مادرایی باشن که موافق باشن. ولی آیا واقعا این کار لزومی داره؟ 100% من موافقم که با بچه‌هامون صحبت بشه. همطور که از عنوان برنامه هست میگه آموزش مناسب. اولا که کی و چطور با بچه‌هامون در این مورد صحبت بکنیم خیلی کلیدیه. در هر سنی مناسب سن بچه باید باهاش صحبت کنیم، ولی اینکه بچه رو در تاریکی نگه داریم، نه، من اینو موافق نیستم. برای اینکه ما در دنیای زندگی میکنیم که رسانه‌های گروهی، همینطور اینترنت مخصوصا، و بچه‌های مدرسه، بیرون از خونه، در اجتماع میبینیم که این مرتب بچه‌های ما با پوسترهایی که در بیرون میبینن، حالا تو مغرب زمین خب خیلی بیشتره این مسئله، ممکنه در ایران این مسئله نباشه که تو پوسترهای تو خیابونا دیده بشه این صحنه ها، ولی میدونیم که در خونه ها، در از طریق ماهواره، از طریق ماهواره مرتب نسل جوان امروز ما داره بمباران میشه برای یک هویت غلط. چون که جامعه داره یک هویت غلط به بچه‌های ما میده، ماها به عنوان پدر مادر وظیفه داریم که جلوی این قضیه رو بگیریم. چرا صدای دنیا از طریق بچه‌های ما راحت‌تر شنیده میشه؟ برای اینی که من و شما به عنوان والدین ساکتیم. اگه ما هم صدایی داشته باشیم، صدای ما هم شنیده میشه. ما میبینیم به شکل خیلی مصنوعی دارن هویت‌های رو به بچه‌های ما میدن. دخترهای ما رو به
عنوان این که مثلا یه سوپر مدل این هیکل رو داره، حالا اون عکس رو توش شده، هزار یک فتوشاپ شده روش، جوری این رو ارائه میدن که انسان واقعی، دختر زیبا، یعنی این میشه معیار. و پسرهای ما با چیزای بازیهای کامپیوتری، با صحنه‌های حتی پورن از زمان بچگی، خیلی از این بچه‌ها تازه تو وسایل پدر مادر این چیزا رو پیدا می‌کنن. متاسفم این رو بگم، ولی به شکل دست دوم در واقع اطلاعات دارن می‌گیرن از این مسئله. خیلی لازمه که ما به عنوان والدین اطلاعات و هویت درست رو تو بچه‌هامون بکاریم. ما در مغز ما یه سیستمی داریم. شما راجع به هر چیزی، هر مطلبی، اولین اطلاعات رو اگر ما بگیریم، اون اطلاعات، حافظه‌ای که در مغز ما تشکیل میده، میشه منبع مرجع. یعنی ما بعد اون هر چی اطلاعات بگیریم ازش، با اون اطلاعات اولیه مقایسه میشه. چون اطلاعات اولیه رو ما به عنوان حافظه پذیرفتیم و جا دادیم در مغز، اطلاعات ثانوی و ثالثی و نمیدونم چهارم و پنجم و اینها میاد با اون مقایسه میشه. اگر به استاندارد این خورد، ما میپذیریم، اگر نخورد رد میکنیم. بنابراین خیلی مهمه که اون اولین اطلاعات که در مورد حالا هویت باشه، مسائل جنسی باشه، ارزش یک انسان باشه، اون ارزش‌های اخلاقی، همه اینها رو اگر ما به عنوان پدر مادر اولین اطلاعات رو به بچه هامون بدیم، بچه های ما بهتر میتونن تصمیم بگیرن، راحتتر میتونن به وسوسه ها نبگن، دیرتر و بهتر اتفاقا از نظر زندگی زناشویی، از نظر رابطه ای که با همسر خودشون خواهند داشت، نمونه هایی که میگیرن، همه اینها بنیادش در سنین کودکی گذاشته میشه. باید بگم که دنیای امروز یک سری هویت‌های غلطی از نظر، یه اطلاعات غلط بیشتر بذارید بگم، که اینکه بعضی وقتا ما میشنویم بچه‌ها میگن که، البته موضوع صحبت ما امروز مسئله چیز جنسیتی، ایرادات جنسیتی نیست، من روی این نمیخوام صحبت بکنم، ولی میخوام انگوش بذارم سر این مسئله که دانشمندا پیدا نکردن تا حالا، لااقل تا حالا پیدا نکردن بگن یک ژن باعث این هست که یک پسر یا یک دختر همجنس باز بشه. هرچی هست اینجا هستش، بیشترینش لااقل. حالا من نمیخوام وارد این موضوع بشم زیاد، شوهرم در این مورد صحبت کرده هفته پیش که کاملا موافق هستم با ارزش‌هایی رو که ارائه داده. در هر حال ممکن این حرفی که میزنم، ادعایی که میکنم، خیلی بحث برانگیز باشه، ممکنه بمباران بشم با سوالات مختلف، ولی به جرئت میخوام بگم و این رو واقعا از چندین و چند جنبه اینو تحقیق کردم، به جرئت میخوام بگم هیچ مدرک، هیچ نشانه یا هیچ اصلی پیدا نشده که یک کسی همجنسباز به دنیا بیاد، یا اینکه یه ژنی باشه که بگیم که ما یه ژن همجنسبازی داریم. همچین چیزی نیست. مردم انتخاب میکنن، انسان به عنوان فرد انتخاب میکنه که در چه جنسیتی زندگی بکنه. بیشترین مسئولیت روی خود ما هستش. البته گفتم ممکن این حرفم بحث برانگیز باشه، در هر حال پیشو به جون مالیدم به قول معروف، اگر بینندگان عزیز بخوان بمبارانم بکنن از نظر سوالات و اینها. میدونید که ما، مغز ما در واقع بزرگترین عضو جنسی ما هست. این ببخشید قسمت‌های خصوصی بدن ما نیست، در واقع مغز ماست که بزرگترین عضو جنسی ما هستش و این مغز ماست که در فکر یه زن، یه مرد، بچه، دختر، پسر، مغزه که تمام این ترشحات شیمیایی رو داره کنترل میکنه و مغزه که با بعضی از حرکتها یک تسکین و لذت و آرامی خاصی به بدن میده. حالا ما همه تقصیر رو میخواییم بندازیم گردن مغز، ولی مغز ما گرچه خیلی باهوشه، گرچه خیلی پیچیده است، ولی هرچی هست یه توده خاکستریه و یه توده چربیه و کنترلش دست من و شما هستش. ما میدونیم که انسان از جسم و جان و روح تشکیل شده و این جسم و جان و روح با همدیگه جوری طراحی کرده خداوند که
برای ما که اینو جوری طراحی کرده که مغز ما بر ما کار بکنه نه به ضد ما. دوباره تکرار میکنم، جسم و جان و روح چیزی هست که ما تشکیل شدیم ازش و خداوند ما رو این جسم و جان و روح جوری با هم دیگه طراحی کرده که مغز ما برای ما کار بکنه نه به ضد ما. ببینید، ما هر چیزی رو که دفعه اول تجربه میکنیم و وقتی که این حافظه میشه یه سیناپس تشکیل میشه. سیناپس چیه؟ دو تا عصب مغزی، این دو تا جایی که به هم با همدیگه ارتباط برقرار میکنن، این میشه سیناپس. و این سیناپس زمانی تشکیل میشه که تکرار بشه چیزی. یعنی اگر یه بار همینطوری بشه، نه، تکرار. اصل تکرار بسیار مهمه. هر بار که یه چیز جدیدی رو ما تجربه میکنیم، گفتیم یه سیناپس در مغز اتفاق میفته، یعنی یک ارتباط اعصاب مغزی تشکیل میشه. برای اینکه یک سیناپس دائمی در مغز باشه، نیاز به تکرار اون تجربه برای چندمین باره، چند باره. چه اتفاقی میفته؟ اگر یک پسری رو یا یه دختری رو ما یه برچسب هویتی بزنیم، چیزی باشه که خانواده یا دوستا اطراف بیرون یا داخل خانواده بهش برچسب بزنن، وقتی که این برچسب بارها تکرار بشه، اون سیناپسی که در مغز تشکیل میشه اینه که جهت اون ارتباط، مسیر فکری رو تغییر میده. منی که تا حالا فکر میکردم باهوشم، معلم برمیگرده میگه من خنگم، خانواده میگه من خنگم، بیرون دوستا میگن من خنگم. وقتی که این تکرار میشه از هر طرف، من باورم میشه من خنگم. چیکار کردم؟ این مسیر جهت سیناپس رو من تغییر دادم، جهت این ارتباطات رو تغییر دادم، الان دارم در حیطه‌ای فکر میکنم، حافظه تشکیل میدم که من کدنم، من خنگم. و به همین نسبت در مورد مسائل جنسی، در مورد هویت جنسی، یک پسر پسر آفریده میشه. وقتی پدر مادر حالا در آرزوی پسر دختر داشتن میان لباس دخترونه میپوشونن یک پسر رو، یا برعکس دختری به دنیا میاد دلشون پسر میخواد لباس پسرونه میپوشونن به اون بچه، از همون ابتدا یک هویت غلط برمیداریم میدیم به بچه. یا اینکه کاملا این میتونم بگم بیحکمتیه، وقتی بچه در حضور جمع در جایی بچه هست، برمیگردن به جلوی بچه میگن که او ما بچه نمیخواستیم، این تصادفی شده. یا خیلی وقتا میگن دختر میخواستیم یا دختر میخواستیم پسر شد و این جلوی بچه گفته میشه. ما چیکار کردیم؟ ما اون جهت رو تغییر دادیم در فکر بچه، از همون ابتدا هویت غلط رو در بچه کاشتیم. و چون تکرار اینجا نقش داره، این خود به خود یک هویت غلط گرفته، اینو تغییر مسیر داده. و این اولین تجربه جنسی هم همین حالت رو داره. اولین تجربه جنسی وقتی یک جوان، حالا حتی یک بچه اگر تجاوز میشه، یا اینکه دختر پسری در سنین یه خورده کوچیک‌تر عمل جنسی انجام میدن، لذتی که ازش میبرن، اگر این تجربهشون با حالت به اصطلاح لذت همراه باشه، این تجربه براشون اولین تجربه است. بنابراین این فکر که این کار غلطه الان در این سن محل پیدا نمیکنه براش، برای اینکه این لذت اومده جایگزین شده. و چون انسان به شکل طبیعی دنبال لذت هستش، این یه چیز طبیعیه، ما جوری آفریده شدیم که از رابطه جنسی لذت ببریم. ولی آنچه که کلام خدا اشاره میکنه در حیطه کتاب مقدس، در حیطه ازدواج، همه اینها در چارچوب برکت ازدواج هست. اینه که خیلی مهمه ما بچه‌هامون رو جوری تربیت بکنیم که اینها خودشون رو برای همسر آیندهشون پاک نگه دارن. و من کاری که یادم می‌کردم برای بچه‌های خودم و تشویق می‌کنم پدر مادرها این کارو بکنن، برای همسر آینده بچه‌هام دعا می‌کردم. می‌گفتم خداوند در خطرات جوانی نگرش دار، در مسیر تقدس جلو ببرش. اگه الان مثلا حالا سنن بچه هم در یه سن نوجوانی بودن، برای همسرشون که دعا میکردن، من میدیدم اینا از چه طغیان های نوجوانی دارن رد میشن،
برای همسرشون دعا میکردم و گاهی وقتا هم بیشتر از اون سر دعا میکردم، اونا رو برکت میدادم به خاطر اینکه بچه من برکت بگیره. و این خوبه که برای بچه هامون دعا بکنیم. در حال برگردیم به این مسئله، اولین تجربه جنسی که هر انسانی داره این میشه بنیاد جنسی براش، یک بنیاد محکمی میشه. حالا این باور میتونه چه مثبت باشه چه منفی. حالا اگر این گفتیم اگه درش لذت ایجاد بشه، یه حالت مثبت درش هستش، درش مثبت هستش. بنابراین حدس بزنید اگر یک بچه در سنین نوجوانی تجربه سکس رو داشته، حالا مراحل درد رو رد کرده، این تکرار شده و هی مرتب داره لذت میبره، فکر کنید که آینده این بچه چی خواهد شد، چه برچسبی در جمع گذاشته میشه روش و نظر روحی روانی، بدون اینکه حتی خودش متوجه باشه. از یه طرف کشش هستش، لذت رو میخواد، از یه طرف برچسب رو داره و این کشمکش چه صدمه‌ای به هویتش میزنه. باید این رو بگم که سکس هدیه خداست. خداوند وقتی که آدم و حوا رو آفرید، رابطه جنسی رو به عنوان هدیه به این ازدواج داد و اغلب ازش برداشت غلط میشه، ازش سوء استفاده میشه و این هدیه رو هدر میدن. ولی اینکه این هدیه است، در ماهیتش هیچ تغییری نیست. حالا هر چقدر انسان ازش بد استفاده میکنه، ولی در نهایت این یک هدیه ای که از طرف خدا هست. روابط جنسی ما و قوانینی که خدا برای استفاده از اون به ما داده، اینا برکت بسیار مهمی هستن که متاسفانه بعضی از والدین اینو خیلی نسبت به این مسئله تنگ نظرانه باهاش برخورد میکنن، یا اینکه باهاش منفی برخورد میکنن. ولی یه چیزو بگم، اگر ما نگیم به بچه‌های ما، شبکه‌های خبری، نمیدونم بیرون تو مدرسه، بچه‌ها بین خودشون پچ میکنن، گفتیم پوسترها، اینترنت، اینا همه این اطلاعات رو به بچه ها خواهند داد. و کما این که اکثرا این چیزا در واقع بیبندوباری جنسی رو ارائه میده، تا اینکه اینو تاکید بکنه که همه اینها در چارچوب ازدواج خدا مقرر کرده که انسان باید خودش رو در واقع پاک نگه داره برای همسر آیندش. حفاظت فرزندامون از آسیب‌های جسمی، احساسی، روحانی که از سکس بیمسئولیت و انتخاب نامناسب جنسی حاصل میشه خیلی مهمه و ما پدر مادرها باید بچه هامون رو مجهز کنیم، قادر کنیم و آمادهشون بکنیم در این مورد. اگر ما نکنیم، قبل از اینکه به سن بلوغ برسن، پایه غلطی که در اینها گذاشته میشه یا اصلا هیچ گونه پایه‌ای گذاشته میشه، برای دوران نوجوانی، در دوران بلوغ، وقتی که از این پیچ و خم‌های بلوغ رد میشن و این هورمون‌ها داره همین جور غلیان میکنه و به شکل مثل شیر آب به این سرعت داره در اینها ترشح میشه، این بچه‌ها گیج میشن، نمیدونن. و وظیفه من و شماست به عنوان پدر مادر که ما بچه‌هامون رو جوری تربیت بکنیم که اینها مردانی مسیحی، زنانی مسیحی، شوهران و همسران مناسبی برای به اصطلاح در آیندهشون بشن. گفتیم سکس هدیه است که خدا منظور داشته و این سکس یعنی اینکه من خودم رو به همسرم میدم در پیوند ازدواج. آموزش سکس برای آمادگی فرزندامون یعنی اینکه دادن خودمون به عنوان یه هدیه درست، آماده کردنشون که بتونن عاشق همسرشون باشن، به همسرشون اعتماد کنن، به خودشون اعتماد کنن و ایمان داشته باشن به حدی که متعهد بشن به دادن تمامیت خودشون به همسر آینده. ما در واقع با این کار اینها رو آماده میکنیم. فرزندامون مدام دارن میگیرن این اطلاعات رو و گاهی وقتا اگر دیر این مسئله رو بگیم، برمیگردن میگن آما میدونیم، ما میدونیم. اون وقت مادر، پدر در مقابل چیزی قرار میگیره که حالا میخواد اطلاعات درست رو بده. جایگزین کردنش واقعا کار مشکلیه. قبلا دیگه جایگزین شده.
ما خیلی مهمه که بچه هامون رو در محبت و اطاعت، چیزی که کلام خدا انگوش میذاره روش، ما از همون ابتدا اینها رو در محبت و اطاعت به اصطلاح رشدشون بدیم. ما 4 جور والدین داریم در واقع که روانشناسا تقسیم میکنن. والدین غافل که انتظاراتشون از بچه هاشون کمه و پشتیبانی احساسیشون هم خیلی کمه، ولی یه نوع گروهی داریم که والدین آسونگیر هستن، اینها از نظر احساسی خیلی به بچه میدن ولی از نظر انتظارات خیلی کم از بچه انتظار دارن. ما والدین مستبد داریم که تاکید زیاد روی انضباط و تنبیه میکنن، توقعات بالا از فرزندا دارن، کنترل و فشار زیاد روشون دارن ولی هیچ گونه حمایت احساسی نیست توش. والدین مقتدر داریم که در هر دو مورد قوی هستن، یعنی والدین مقتدر هم توقع زیاد از بچه دارن هم محبت و پشتیبانی زیاد به بچه میدن و تحقیقات و آمار نشون میده که این نوع والدین، والدین مقتدر در واقع بهترین و سالمترین فرزندان رو تربیت میکنن. باید بگیم که والدین نماینده خدا در زندگی بچه ها هستن و عدالت و محبت دو تا جنبه اساسی شخصیت خداست و ما باید این شخصیت خدا رو، تعادل بین این دوتا رو در بچه هامون بکاریم. والدین مقتدر منعکس کننده شخصیت خدا به بچه هاشون هستن که اینها از طریق نوع زندگی که میکنن نشون میدن به بچه ها که از نظر ایمانی در کجا قرار دارن. این پدر مادرای مقتدر به اصطلاح کمک میکنن که بچه هاشون در خوشنودی خدا رشد کنن، در امنیت رشد کنن، در ازدواج رشد کنن. ما 12 اصل آموزشی داریم که من دوست دارم اینو به پدر مادرها بگم ولی چون مطلب طولانیه اگر اجازه بدید که اینجا من اینو قطع کنم، حالا اگه شده دفعه بعد یا در قسمت بعدی برنامه من اینا رو بگم و تشویق میکنم پدر مادرها اگه میخوان نوت بردارن از این قسمت نوت بردارن. خیلی ممنون لوئیز جان. هوبان جان از دوستان بیننده خبری دارین؟ بله بله، خالویز گفتن که مسائلی رو مطرح میکنن و این پیه رو به تنشون میمالن و دوستان هم بمباران شروع شده اما با ما باشید و ما بعد از استراحت کوتاه در خدمتتون خواهیم بود با سوالات شما عزیزان. خب دوستان برمیگردیم و میخواییم که یک نگاهی به سوالات و مسائلی که مطرح شده عنوان بکنیم. خالویز عزیز، بیننده گفتن که اصلا هدف این که ما با فرزندانمون یا با بچه‌هامون راجع به این مسائل جنسی صحبت بکنیم چی هستش؟ خب من میدونم در 20 دقیقه گذشته شما داشتین این موضوع رو در واقع مطرح میکردین، اما شاید اگه بخوام یه مقدار عملی‌تر این موضوع رو عنوان بکنم، بر فرض مثال ما یک بچه 5 داریم، چرا باید خیلی کوتاه به این بچه بگیم راجع به مسائل جنسی و هشدارهایی رو بهش بدیم؟ اولا که ما به شکل‌گیری شخصیتشون کمک میکنیم. ما داریم، وظیفه ما به عنوان پدر و مادر اینه که ما شخصیت خدا رو در بچه‌هامون بکاریم. همونطور که گفتم محبت و عدالت رو باید یادشون بدیم. ولی در عین حال بچه‌های ما در جامعه زندگی میکنه، اگر ما بهشون نگیم در هر حال دارن میبینن. بنابراین سکوت ما دلیل بر نبودن اطلاعات نیست. بچه‌ها اطلاعات رو از جاهای دیگه میگیرن خود به خود. بهتر ما به عنوان پدر مادر اولین اطلاعات رو بدیم که اینها اطلاعات درست رو داشته باشن که گفتم از نظر مقایسه‌ای با مغزشون، تو مغزشون اینا بتونن به عنوان منبع ارجاع ازش استفاده کنن، بتونن در وسوسه ها محکم بیستن بگن نه. چون که اگر بچه های ما آماده، بذارید من یه اصل رو بگم، کسی که میخواد وزن رو کم کنه، کاهش وزن کنه، متخصصین تغذیه میگن که، یا متخصصین زیبایی اندام به اینا میگن که گرسنه نرید سوپرمارکت، نرید خرید غذایی بکنید، چون وقتی گرسنه هستی شما هر چی دلتون ببینه میخواید، همه رو میخواید، میخرید و بیشتر از اون که احتیاج دارید میخرید. در دنیایی که پر از
پوستر و اینترنت، این همه اطلاعات و این همه بچه‌های ما رو دارن تو اینترنت گولشون میزنن. ما خبرهای خیلی زیادی داریم در اخبارهای روزانه که از طریق اینترنت فلان پیرمرد یا مثلا فلان شخص منحرف برداشته خودشو به عنوان یه بچه مثلا 12 ساله جا زده تو اینترنت، یا پسر 18 ساله از زیبایی دختر رو چیز کرده، وسوسش کرده که لخت بشه جلوی دوربین. ما این خبرها رو خیلی میشنویم. برای حفاظت بچه‌های ما هم که شده، ما لازم داریم این اطلاعات رو به بچه‌هامون بدیم، برای اینکه اگر ما ندیم، بچه‌ای که از یه خانواده میاد، ما نمیدونیم بنیاد تربیتی اون خانواده چیه و دوست میشه با بچه‌هام، یا نه تو مدرسه فلان بچه برمیگرده میگه من تو اینترنت همچین صحنه ای رو دیدم یا این چیز اومده. چون که بهتون بگم، افراد منحرف مخصوصا اینها دارن تمام سایت های بچه‌ها رو تحت هدف قرار میدن و این یک واقعیتی که ما در طول روز داریم میخونیم و میبینیم. بنابراین بیشترین چیزش اولا یکی فرم دادن شخصیت آینده بچه هامونه که از اینها یک کسایی بار بیاریم که اینا فردا نه تنها مردان و زنان خدا باشن، بلکه بتونن زنان و شوهران خوبی باشن، درست باشن، نمونه درست بر بچه های خودشون باشن. و اینکه مسئله تولید مثل، من به بچه‌م نگم در مورد تولید مثل. یه زن حامله تو خیابون ببینه، خود به خود سوال میکنه، یا نه مادر حامله بشه و شکم مادر رو ببینه بالا اومده، میبینه که بچه دست و پا میزنه، تکون میخوره، سوال میکنه، خب چی میخواد بگه به این بچه؟ اگر ما سکوت بکنیم، این به این معنا نیست که ما اطلاعات بیرون وجود نداره. اینه که لازمه برای حفاظت بچه. خودش میفهمه یه روزی و اینها، شما باش موافق نیستید. خب داریم در رابطه با مسائل کودکان و بچه‌ها صحبت می‌کنیم، اما خانم فرح پرسیده که من یک سوالی داشتم، من کار درستی می‌کنم نمی‌ذارم پسر 18 ساله من رفت و آمدی داشته باشه و حتی به داماد خودم گفتم جلوی امین حرفی یا فیلمی نبینه. عقیده من اینه که او بعدها می‌خواد همه چیزو بفهمه و حالا چند سال بعد تا اون موقع فکرش رو خراب نکنیم. من میخوام به این بیننده عزیز این خبر رو بدم، پسر شما الان همه چی رو میدونه. به درسته که تو خونه شما چیزی نمیگید، ولی پسر 18 ساله حتما درس بیولوژی در مدرسه خونده، زیست شناسی حتما در مورد اندام انسان خونده، اندام تولید مثل رو میدونه، تولید مثل رو میدونه، تمام مسئله تکثیر و اینجا چیزها رو میدونه. اینه که در یه جایی من فکر میکنم شاید یه ذره خودفریبی باشه که فکر میکنیم داریم محیط اینها رو خیلی حفاظت میکنیم. پسر 18 ساله دقیقاً، پسر 18 ساله از نظر دانش میدونه اینه. این خوبه که حفاظت میکنه، اما ما نباید، ببین، به عنوان یه پدر و مادر ما این وظیفه رو داریم در حین اینکه بچه‌های ما رو محافظت میکنیم، ولی از وابستگی بی اندازه به خودمون باید اینها رو یواش یواش آزادشون بکنیم که اینها بتونن افراد مستقلی بار بیارن. اگر ما همه چیز رو برای بچه‌های ما تصمیم بگیریم، این بچه‌ها بی اندازه وابسته و بی اندازه از نظر توانایی‌های خودشون ناباوری در اینها ایجاد میشه، برای اینکه فرصت ندادیم اون توانایی‌هاشون رشد کنه. پرنده وقتی که بچهش پرواز رو یادش داد، اجازه میده بره، طبیعت داره این کار رو میکنه. ما هم ذره ذره به عنوان والدین ما باید درست نظارت بکنیم رو بچه ها، مخصوصا محیط دوستی رو باید چک کنیم، کنترل بکنیم با کیا دوستن. ولی برای پسر 18 ساله متاسفم این رو بگم، این دیگه الان خودش بالغه، این میتونه از نظر این که بتونه بگه نه، اگر این مادر تا حالا بهش این همه اطلاعات رو داده، مواظبت کرده، امیدوارم بهش اطلاعات رو داده باشه، نه اینکه کامل اینو از نظر محیط قرنطینه بکنیم. ما قرنطینه کردن کار درستی نیست. یکی از چیزایی که اصلایی که من میخواستم تو اون 12 اصل بگم اینه که ما بچه های ما رو باید واکسیناشون کنیم. کاری که واکسیناسیون میکنه چیه؟ میکروب کشته رو، میکروب کشته یا میکروب ضعیف شده رو تزریق میکنن به بچه یا به انسان که در اون مسئولیت ایجاد بکنه که وقتی در مقابل اون میکروب قرار گرفت، بدنش مقاومت رو داشته باشه. ما کاری که میکنیم با این اطلاعات درست به بچه ها، در واقع ما یه چیزی رو ملایم میکاریم در اینها
چون گفتیم مناسب سنشون باید صحبت بکنیم. یه چیزی رو میکاریم ولی در اینها اون مقاومت در مقابل وسوسه رو کاشتیم. و این بچه ها در حدی هم باید یه جاهای چیزایی که یاد گرفتن باید بتونن عمل کنن. اگر فرصت تمرین به اینا ندیم، اگر یه خورده دستمون رو نکشیم بیرون کنار به اصطلاح، که این بچه یه خورده بتونه آزادی داشته باشه، خودشو پیدا کنه، چون این سالم نیست بخوایم همیشه تا آخر عمر مواظبت بکنیم ازش. درسته. خب شما موضوع تلویزیون و مدیا و ماهواره رو مخصوصا در غرب عنوان کردین و دوستی پرسیده با در نظر گرفتن تاثیر مدیا و فرهنگ در غرب و تاثیرگذاری اون بر روی بچه‌ها ما چجوری باید با این مسئله برخورد کنیم، که سوال سختی هم. نه اتفاقا نه، ما کنترل داریم سر این مسائل. ببینید در 15 سال اخیر با پیشرفت اینترنت شدت این چیزها بی اندازه بالا رفته، سرعتش بی اندازه بالا رفته، سایت های پورن بی اندازه درآمدشون، یعنی بالاترین درآمدهایی که الان از نظر اینترنتی هست درآمدهایی که از طریق سایت های پورن هست. 25% وبسایت های کل هم همین وبسایت های پورن. و میدونید که اکثر بیننده هاشون یا خیلی جوونن یا خیلی مسنن. متاسفم این رو بگم، بچه های جوان خیلی در سنین پایین میبینید که آشنایی پیدا میکنن با این مسائل. ما به عنوان پدر و مادر میتونیم میزان استفاده از تکنولوژی رو ما کنترل بکنیم. اولا یه ساعت خاصی رو براشون بذاریم که بتونن برنامه رو کارهای درسی خودشون بکنن. الان تو مدارس خیلی از تکالیف درسی از طریق کامپیوتر داره انجام میشه. خب این سایت ها چیزشون حفاظت شده است. پدر مادر میتونن قفل بذارن روی بعضی از سایت ها، میتونن ببندن، میتونن یک برنامه هایی رو در کامپیوترشون بذارن که کنترل بکنن بچه هاشون چی میبینن. درسته. حتی تلویزیون، چرا باید یه بچه ای در شبی که بعد از ساعت 9 شب بچه ها به اصطلاح فیلم‌های آنچنانی در غرب نشون میدن، چرا یه بچه بخواد نگاه کنه اینا رو؟ الان میدونم که در خیلی از خونه های ایرونی، متاسفم این رو بگم، بچه های ما هیچ حساب کتاب نیست. اولا تا هر ساعتی پدر مادر بیدارن بچه ها بیدارن. دوما این که اجازه میدن هر بازی خشن کامپیوتری رو اینا بازی بکنن، هر چیزی که بچه رو فقط ساکتش کنه که من به کارهای خودم برسم. یا بچه‌ها در اتاقشون تلویزیون دارن. من باز در یکی از برنامه‌های قبل گفتم ما بیشتر خونه‌داری داریم می‌کنیم تا بچه‌داری یا شوهرداری. این خیلی مهمه که در درجه اول ما مادریم. ما این رو خدا به عنوان این بچه رو به عنوان برکت داده به ما و فردا بابت تربیت این بچه ما باید جواب پس بدیم به خدا. چون برای داوری میستی میگه خب من این رو به عنوان امانت دادم به شما. چطور این بچه رو برای من بزرگش کردید؟ آیا یعنی هدف بچه داری فقط اینه که صرفا چون همسایم بچه داره منم بچه داشته باشم؟ یا اینکه مثلا من خیلی میبینم میشنوم میگن که کار اقتصادی طرف گیر میکنه، گره میخوره، میگن که این برای اینکه تلسمش باز بشه برو یه زن دیگه بگی، یه بچه بیار، یا مثلا یه بچه دیگه بیار این یکی تلسمونو بشکنه. نه، اینا کاملا خرافاته، کاملا خرافاته و کاملا دور از کلام خدا. خدا بچه ها رو به عنوان هدیه به ما میده. درسته. ببخشید من صحبتتون رو قطع میکنم. دوستی از ایران آقای سیامک پای خط هستن. سلام سیامک عزیز، اگه صدای ما رو دارین با برنامه همراه با شما در خدمت شما هستیم. درود بر شما. حال شما خوبه؟ خیلی ممنون که با برنامه همراه با شما تماس گرفتیم. متشکرم، ممنون. خیلی تشکر میکنم از موضوع خوب برنامه و سرکار خانم مخوف که خیلی خوب موضوع رو تشریح میکنن. من یه سوالی داشتم. ببینید الان خب ما داریم در مورد آموزش مناسب مسائل جنسی فرزندان صحبت میکنیم، خصوصا در این دوره و در این عصر سال 2015 که در حال ابزارها و تکنولوژی به اندازه پیشرفت کرده که ممکنه ما هرچی هم آموزش بدیم، کارشناسی کنیم، مسائل رو نشون بدیم به والدین، ولی باز هم مسائلی باشه که اینها رو بی اثر بکنه. الان خانواده‌های ایماندار زیادی هستن که با فرزندانشون در مورد همین مسائل دچار مشکل هستن.
این بچه ها مثلا شبکه های فیلم هایی رو نگاه میکنن روی ماهواره که خب نباید نگاه کنن. نمیشه هم از طریق اجبار مثلا بیایم قفل بذاریم روی شبکه که نمیدونم شما اینجا رو نگاه نکن اونجا رو نگاه نکن. متاسفانه خب این کار خوبی نیست. ببینید الان من مجبورم نام ببرم، شبکه هایی هستن مثلا فرض کنید جم تی وی فیلم هایی نشون میدن، عزیزان بچه ها اینها میبینن و هرچی والدین اینها رو توصیه میکنن و آموزش میدن در مورد مسائل جنسی، تمام اینها رو این شبکه ها رشته میکنن. خیلی دوست دارم در مورد این موضوع شما صحبت کنید. ببینید عشق های مثلثی که آموزش داده میشه در این شبکه ها ترویج داده میشه، نمیدونم رابطه با محارم که ترویج داده میشه، اینها همه میاد و اون کارهایی رو که ما انجام میدیم برای تربیت و صحیح فرزندمون در مورد مسائل جنسی اینها رو همه رو از بین میبره. صحبت بکنید و بگید که نمیدونم اینجور مسائل رو باید مراعات کنند و نذارن از این بچه ها آلوده بشن و این شبکه هایی که متاسفانه یک چیزهایی رو القا میکنن که شما در ظاهر وقتی نگاه میکنید متوجه نمیشید، ولی بعد از مدتی من خانواده هایی رو میشناسم در این زمینه ها که دچار مشکل شدن، دچار حتی جدایی شده به خاطر فضایی که اتفاق افتاده، عشقهای مثلثی اینها. واقعا در مورد این موضوع توضیح بدید خیلی هم خوب میشه اگر کارگردان محترم برنامه یک ترتیبی رو اتخاذ بکنن، موضوعی رو اختصاص بدن در یک هفته به این که این سریال های ماهواره ها، سریال های ترک که الان در ایران هم متاسفانه قربانی زیادی داره. شما الان هر جا بگی اسم بیاری مثلا بگی حریم سلطان یا فاطمه گل همه میدونن چی هست. خیلی واقعا داره این سریال ها اجحاف میکنه و باعث میشه که این برنامه های کارشناسی هم که شما عزیزان یا همکاران دیگه‌تون در جاهای دیگه روانشناسان، پزشکا اینها می‌دارن، اینها رو بی اثر می‌کنه متأسفانه. اگه در این زمینه صحبت بکنید خیلی ممنون میشم. خیلی ممنونم آقای سیامک عزیز بابت تماستون و این نکات خیلی مهمی که اشاره کردین. و خواهر لوئیس میخواین جواب کوتاهی به این دوست عزیز؟ بله 100%. برادر عزیز سیامک در تایید حرفای ما که چقدر مهمه ما بچه‌های ما رو آماده بکنیم برای این مسئله. آنچه که میخوام اضافه کنم به حرف ایشون، کاملا با حرفاشون موافقم. به خاطر ارزش‌های غلطی که الان نسل جوان ما دارن میگیرن، من متاسفم بگم که نسلی که داریم ما تربیت میکنیم نسلی هستن بیریشه و بدون بنیاد از نظر مسائل هویتی، از نظر مسائل جنسی. و متاسفانه خب کار شریرم اینه که نسل رو از بین ببره، نسل جوانه که در واقع تمام امید نسل قبلی رو به نسل بعدی منتقل میکنه و این خیلی مهمه که ما کنترل بکنیم. اما چندین و چند چیز هست به عنوان پدر مادر ما میتونیم انجام بدیم. اولا مطلقاً بچه های ما تو اتاق خودشون نه تلویزیون داشته باشن نه کامپیوتر. اگر کامپیوتر و تلویزیونی هست در جایی باشه که باز باشه، پدر مادر کنترل داشته باشن. این یک راهیه که ما میتونیم انجام بدیم، مخصوصا برای امور درسیشون. خب برها باید کمکشون هم بکنیم اینه که با هم باشیم. ولی در رابطه با تلفن‌های همراه چطور؟ چون تلفن‌های همراه هوشمند امروزه بله. شاید شما کامپیوتر و تلویزیون رو بله. کنترل بکنید. خب برای یه بچه چه لزومی داره ما تلفن‌های هوشمند بهشون بدیم؟ اجتماع، مدرسه، بله، تمام دوستان بله. من خب وقتی که این چیزها رو در اختیار بچه‌ها می‌ذاریم باید پی اینم بمالیم به خودمون که بچه‌هامون ممکنه که از این طریق هم استفاده غلط بکنن. ولی چیزی رو که من می‌خوام خیلی تاکید بذارم سرش اینه، ما به عنوان پدر و مادر فقط وسیله به بچه‌ها نمی‌دیم، فقط بچه‌ها رو تولید نمی‌کنیم. چطور بعد از اون ما روی بچه‌ها سرمایه‌گذاری می‌کنیم خیلی مهمه. منی که به عنوان مادر پدر دارم این بچه رو سعی میکنم در چیز خدا، در شخصیت الهی اینو رشدش بدم، باید از وقت خودم بزنم قربانی بدم و با بچه‌ام وقت صرف بکنم. هرچه رابطه بین پدر و فرزند، مادر و فرزند محکمتر باشه بچه امتره، راحتتره و اطاعت بهتر میکنه. شما وقتی که بهش میگید این خوب نیست برات، اگر از شما بپرسه چرا، دلیلی رو که براش بهش میدید باور میکنه. میگه محبت همه چیز رو باور میکنه. کلام خدا این رو میگه و خاصیت محبت همینه که اعتماد تولید میکنه. اگر رابطه پدر و مادر با فرزندان محکم بشه،
پدرها مادرها بیان زمانی که بچه بیداره، حالا چه لزومی داره تلویزیون رو روشن کنن که عشقای مثلثی؟ آخه چیزی که حتی تو جوامع غربی ما به ندرت این چیزا رو میشنویم، یا ارزش‌هایی که الان این فیلم‌ها دارن در خورد به خورد جوانامون میدن. ما اینها رو در جوامع غربی، خب ما بیرون از ایران داریم زندگی میکنیم، اینها جز اون چیزاییه که خیلی به اصطلاح پچ میشه درش، راحت گفته نمیشه. اما تو ایران خیلی راحت از تلویزیون و از همه چی داره پخش میشه، سریال های چی میگن کیلویی دوزار دارن وارد میکنن به ایران و اینا رو دارن نسل ما رو اینطوری تخریب میکنن. خب به جای اینکه ما تسلیم این مسئله بشیم، بهتره وقت بذاریم با بچه‌هامون. با بچه‌هامون وقت بذاریم، با بچه‌هامون دعا بکنیم، با بچه‌هامون به اصطلاح سرمایه‌گذاری بکنیم روی رابطه محبت. وقتی محبت بین ما، بچه بدون دوستش داریم، اعتماد میکنه. این یک اصل بسیار مهمیه در تربیت. و باز باشیم که راجع به این مسئله صحبت کنیم. باز باشیم. حتی اگر خجالت هم بکشیم، بخوایم مسائل جنسی رو باشه، حالا در یک شرایطی قرار گرفتیم، مثلا بچه بیاد بپرسه بگه از کجا اومدم، یا اینی که شکمت باد کرده سر چی چی شده، این چیزا. به هر حال بچه‌ها سوالات میکنن. و معمولا هم در زمان نامناسب. و زمان نامناسب. بچه اگر ببینه که ما خجالت میکشیم، ما یه خورده به دست و پا افتادیم، راحت نمیتونیم صحبت بکنیم، بهتره حتی این رو ببینه و بگیم بهش علارغم خجالت، علارغم لرزش و اینو بچه ببینه، تا اینکه ما بیایم یه تصویری قوی، یه چیز سوپرمن یا مثلا سوپر زن براشون ایجاد کنیم از پدر مادر که اینها ضد ضربن، اینها اینن و اینا، این یه تصویر غلطیه که در مغز بچه‌هامون می‌کاریم. درسته. خب سوالات که زیاد هست خواهر لوئیز، اما من فکر میکنم به نیمی از برنامه رسیدیم و شاید وقت باشه که شما هم یک استراحت دیگه بکنین و بعد از دیدن این کلیپ برمیگردیم و با ادامه برنامه در خدمت شما خواهیم بود. بنایم گسسته طلوع کرده ایستاد
دوستان عزیز، ما امروز در مورد آموزش مناسب مسائل جنسی به فرزندانمون صحبت میکنیم. خواهر لوئیز، میدونم که سوالات زیادی هست و مطالب بسیاری در این مورد، اما شاید یک سوالی به طور کلی میکنم برای اینکه برای دوستان بینندمون هم آشنا بشه، یه مقدار مشخص تر باشه که وقتی در مورد مسائل جنسی ما میگیم صحبت میخوایم بکنیم، آیا منظور فقط تولید مثل یا شما یه چیزی وسیع‌تر از اون در مورد چیزی وسیع‌تر از اون صحبت میکنی؟ منظور چیه؟ من خیلی وسیع‌تر از این رو میخوام بگم. اگه یادتون باشه گفتیم این هدیه ای از طرف خدا و لزوماً این رابطه زناشویی همیشه مسئله تولید مثل نیست. رابطه زناشویی قسمتی از ازدواجه، ولی همه ازدواج نیست. ما در نزدیکی، در ارتباط با همدیگه در واقع همشکل میشیم. به عنوان زن شوهر این خیلی خوبه، رابطه قوی تر میشه. آنچه که به بچه هامون میخوایم یاد بدیم اینه که این مسئله جنسی فقط تولید مثل نیست، مسئله لذتی هست که درش هست، منتها این مسئله این که این هدیه هست که خدا داده که زن شوهر از همدیگه لذت ببرن و این از خداست، اما دنیا این رو سوء استفاده کرده ازش، داره استفاده غلط ازش میکنه. بعد لزومی هم نداره که ما بچه کوچیک رو بیایم راحت این مسئله رو بگیم که لذت داره. نه، ما در طبیعت، از طبیعت میتونیم استفاده کنیم. میدونیم که اگر تخمی بکاریم، مثلا من به یکی از مادرها این توصیه رو کرده بودم، گفتم تخمی بگیر، یه گلدون و خاک و اینا، اینو بکار توش و آب بده و چیز کن، بذار این بچه ببینه که این تخم درش حیات هست. ببینید مسئله تولید مثل فقط وقتی میگیم یه خورده حالت ماشین جوجه کشی پیدا میکنه، در حالی که مسئله این نیست. مسئله ارزش حیات، ارزش زندگی هست که مهمه. و اولش خب در سنین پایین گفتم با گیاهان ما میتونیم این رو، اگر یه خورده بزرگتر میشن، خب در حال مادر اگر دوباره حامل بشه، بچه میبینه این رو، بچه حرکت میکنه، دست بچه رو میذارن، به زبانی که بچه بفهمه این رو باید به بچه فهمون. چون گاهی وقتا یه بچه میاد سوال میکنه، خب بابام ببخشید یا داداشم چرا تو دستشویی سر پا وامیستم و من باید بشینم؟ اگه یه دختر این رو میدونید، اینا سوالاتیه که تو مغز بچه ها میگذره. آموزش جنسی صرفا فقط این نیست که مسئله به اصطلاح تولید مثل رو بنویسیم. آره، این مسئله یک تن شدن رو نه، اهمیت این رو باید به بچه ها بگیم که اینها بدونن ازدواج مهمه، برکت خدا برای ازدواج مهمه، اون تعهدی که زن شوهر در ازدواج به هم میدن مهمه، چون اینا همه در چارچوب کلام خدا اتفاق میفته. ولی این رو هم باید بدونن که پسر با دختر فرق داره. خب این من این رو نگم، اولین مسئله جنسی که ما به بچه ها توضیح میدیم و توضیح میدیم این رو، خب پسر ها اینجوری هن، دختر ها اینجور هن. ولی شما فکر اینو بکنید، یه پسر بچه 4 ساله دارید همومش میدید و لیف میزنید، ببخشید من یه خورده مجبورم رک صحبت بکنم، خب در این حالت ماساژی که میدید در این بچه یه سری احساساتی تولید بکنه و یک تغییرات فیزیکی درش ایجاد بشه، خب برمیگرده خودش رو زیر سوال میذاره، جریان چی بوده، چرا بدنم اینجوری شده و این براش سواله، ماما چرا من اینطوری شدم یا بابا چرا اینطوری شدم. خب ما اینا رو باید آماده باشیم بتونیم جواب بدیم. برای بچه ها وقتی که سوالات غیر منتظره، همونطور که اوان عزیز گفتن گاهی وقتا در جمع و غیر منتظره بچه ها میگن، همیشه باید آماده باشیم ما بتونیم جواب درست رو بدیم. یک. دوم، اگر بچه ما رو غافلگیر نکرد به این شکل، ذره ذره از طریق طبیعت، از اخبار، خبر تجاوز به یه دختری رو مثلا اخبار اعلام میکنه، شما بهترین فرصت رو دارید برای یه نوجوان این مسئله رو توضیح بدید. برای مثلا سگ میارید خونه، نمیدونم خرگوش میارید خونه، تولید مثل میکنه و این بچه میبینه اینا رو، بهترین فرصت رو دارید اینا رو یادشون بدید. چیزایی هست، ببینید ما این که هر چیزی هم جنس خودش رو تولید میکنه این یک قانون طبیعته، خدا این رو گذاشته و خدا برای رابطه انسان، برای بقای نسل انسان باز این رو گذاشته. واقعیت اینه که این یک واقعیته، ما باید این رو به عنوان یک واقعیت بپذیریم.
همه ما، من و شما، همه ما از این طریق به دنیا اومدیم. هیچ کس استثنا نیست از این مسئله. هیچ موجود جاندار زنده مستثنا نیست از این مسئله. امکان نداره کسی غیر از این مسیر به قول معروف به دنیا اومده باشه. حتی برای بچه هایی که تو آزمایشگاه تولید میشه، از مرد، از زن، باز تخمک و سپرم احتیاج هستش. یعنی این چیزیه که طبیعت رو خدا این رو گذاشته. حالا یا ما با این درست برخورد میکنیم، با آگاهی با این مسئله برخورد میکنیم، یا اینکه گوشی میذاریم تو گوش خودمون رو، چشامون رو میبندیم و انکار میکنیم. ولی همونطور که قبلا گفتم، باز میگم سکوت ما دلیل بر نبودن اطلاعات نیست. ولی لوئیس جان، بعضی وقتا پدر مادرها ترس دارن از اینکه در این مورد صحبت کنن. بله، چون خودشون شاید نمیدونن، یا به هر دلیلی، و ما جوابای واقعا ساده لوحانه و نادرست میشنویم. مثل اینکه مامان من از کجا اومدم، تو رو خریدیم، نمیدونم لک لک اینجا لک لک ها میگن. بله. چیزایی که واقعا خنده داره و بچه ها اینها رو باور میکنن. خطر و ضرر این جواب‌های نادرست چیه؟ ببینید، هر جایی مشکل، چی میگم، به سوال برخورد کردید باید جواب بدید. واقعیت اینه که دادن اطلاعات کم باز یک اطلاعاته. همون قدر کم درستی رو که میدونید وقتی میدید به بچه، باز شما یه مقدار اطلاعات دادید بهش. اطلاعات غلط رو اگر اطلاعات ندارید، غلط نه، برید مطالعه کنید. بهتر از اینه که به بچه برگردیم بگیم که من نمیدونم، ولی میرم مطالعه میکنم بعد بهت میگم. باور کنید این هیچ شرمی نداره، اصلا این خجالت نداره اگه یک پدر یا مادر برگرده به بچهش بگه من جواب این سوالتو بلد نیستم. شاید یه سوالی میکنه از نظر پزشکی شاید باید جواب داده بشه، یا ممکنه یه چیزی که از نظر علمی باید جواب داده بشه. اگر بلد نیستید بگید الان نمیدونم، ولی میرم مطالعه میکنم جوابتو میدم. ولی بچه رو بدونیم صحبت کنیم. آره، یا اگر بلد، اگر زمینه در جایی هست مناسب که مناسب نیست. چون یکی از راه‌های درست این مسئله اینه که ما خصوصی با بچه‌ها صحبت کنیم، مخصوصاً برای بچه‌هایی که قبل از بلوغ، خب یک سری دختر در یک تغییرات فیزیکی میره، پسر در یک تغییرات فیزیکی میره، براش سوال صداش چرا اینجوری شده، ببخشید دشویش چرا این مدلی شده، چرا بدنش مو در آورده. خب این سوالات رو اگه بچه یهویی از خودش میترسه، فکر میکنه چی داره بهش اتفاق میفته. خب اگر ما اطلاعات درست رو بدیم، دیگه ترس نیست، امنیت اینجا، میدونه داره از یک رشد، از مسیر تغییر عبور میکنه. حالا خواهر لوئیس، در رابطه با این تفاوت‌ها دوستی پرسیدن که آیا تحریک جنسی یا مسائل جنسی در پسرها قوی‌تر از دخترهاست، یا باید هر دو جنسیت رو به یک شکل باشون برخورد کرد؟ برخورد که هر دو رو باید یک جور برخورد کنیم، ولی این که از نظر جنسی کی بیشتره کی چیزتره، معمولا خب آقایون یه مقدار از نظر دیداری، به خاطر اینکه قسمت فضایی مغز مردا بزرگتره و پسرها از نظر تصور بیشتر این قوه رو دارن. این به این معنا نیست که تفاوت بسیار فاحشه، نه. امیال جنسی غریزه هستش و خدا این رو در همه افراد گذاشته. حالا کم بیشتر افراد چیزه، ولی چون آقایون از نظر چشم، از نظر سلول‌هایی که دارن، ما سلول M داریم و سلول P داریم که مسئله حرکت هست، مسئله چیزه، و چیز دیگه‌ای که در آقایون هست قسمت عقب مغزشون، ما 7 قسمت داریم، من قبلا اینو در برنامه‌های پیش توضیح دادم، قسمت فضایی مغز مرد و قسمت ریاضیات مغز مرد قوی تر از زنها هستش. ما زنها بیشتر قسمت احساسات و قسمت کلامی ما بزرگتر از مردا هستش. البته استثناءات هست در اینجا، ما همیشه میگیم در مورد انسانها همه چی نسبیه، مطلق نیست، برای اینکه ما با افرادی روبرو هستیم که اراده آزاد دارن، درست، انتخاب دارن و به شبه خدا آفریده شدن. اینه که نمیتونیم 100% 2-4 برای هر انسان 100% همین باشه. اما به شکل چیز، مردا از نظر چشمی قوه‌ای که، چون ما اطلاعات رو به شکل حواس پنجگانه از بیرون میگیریم میفرستیم به مغز ما. وقتی که انسان مردی یک زن زیبایی میبینه، یا کلن یه زنی رو میبینه، هر چقدر این زن پوشیده باشه، اینها میتونن تو فکر خودشون به شکل لخت ببینن این رو،
و چون این توانایی رو دارن وسوسه ها درشون بیشتره و حقیقتش رو بخواید برای یک پسر، یک مرد بخوام بگم، این رو بخوایم آماده کنیم که نسبت به وسوسه ها بتونه نبگه، ما در واقع در یک کشمکش بسیار سختی اینها رو انداختیم. اما این چیزی است که کلام خدا از ما انتظار داره که ما به بچه هامون این رو یاد بدیم که بتونن در وسوسه و این اشتیاق و امید رو، چون میدونید وقتی که انسان یه چیزی رو امید داره برای اون چیزی که اون پاداشی که جلو داره حاضر همه چی رو فدا کنه که به اون برسه. اگر ما این مسئله پاک بودن برای همسر آینده رو تاکید زیاد بذاریم براش و این بچه رو در این پاکی پرورشش بدیم که تو داری این قربانی رو برای همسر آیندت میکنی، اگه دوستش داری براش تو خودتو پاک نگه میداری و چون این رو ما با امید داریم نگرش میداریم، این راحت تر میتونه بگه نه. راحت تر میتونه بگه نه. من نمیگم جنگ نیست، من نمیگم در درون کشمکش نیست، منتها کلام خدا چی میگه در مزمور 119 برمیگرده میگه به چه چیز مرد جوان راه خیش را پاک میسازد؟ و این سوالیه که نویسنده مزمور از همه جوانان و انگوش میذاره روی مرد جوان. خب حالا خانم های مقدار این خاصیت رو ندارن. خب من در برنامه چگونه همسر خود رو بشناسی من این مسئله رو توضیح دادم، گفتم که خدا زنها رو جوری آفریده که در مردها واکنش ایجاد بکنن و مردها رو جوری آفریده که نسبت به این واکنش پاسخ بدن. بس بنابراین این دوتا لازم و ملزوم هم دیگه هستن. اینکه این یه چیز قشنگی اگر در چارچوب تعالیم الهی قرار بگیره، اگر نه یک ضعف. بله. حالا دوستی هم خواستم فکر کنم با این سوالی که مطرح کردن، البته یک سوال که نیستش، تمام مطالب این جلسه و جلسه آیندهتون رو سوال کنن. نوشتن سلام، ممنون از برنامه خوبتون، از چه سنی به بچه باید در مورد روابط جنسی باشون صحبت کرد؟ چی باید گفت؟ اگه دختر باشه چی باید گفت؟ اگه پسر باشه چی باید گفت؟ چطور؟ ممنون. بله، من این بیننده عزیز رو میخوام تشویق کنم هفته بعد برنامه رو ببینن، چون که با هنگام جان قبل از برنامه صحبت میکردیم این هفته میخوام، امروز منظورم بیشتر این چیزای کلیه، ولی هفته بعد به امید خدا، اگر خدا عمری داد، در 5 گروه سنی میخوام این رو صحبت بکنم، از اول تا 3 سالگی، اون وقت 4 تا 9 سالگی، 10 تا 15 سالگی، 16 تا 19، اون وقتم 20 به بالا، در 5 گروه سنی میخوام این رو صحبت کنم. بعد از اونم که شوهر میکنم. بله، با امید خدا این سلسله ادامه داره اینطوری. بله، حتما این رو هفته بعد جواب خواهیم داد. خیلی ممنون. یه سوال خیلی کوتاه در مورد این که توی اروپا مسائل جنسی خیلی وقتا تو مدارس تعلیم داده میشه. بله. مدرسه با مدرسه فرق داره، کشور با کشور هم فرق داره، ولی خیلی وقتا این تعالیم خیلی برای ما که ایرانی هستیم حتی خیلی جلوتر از سنشونه. بله. ما بله. اگه خیلی کوتاه بفرمایین ما این رو چطور میتونیم کنترل کنیم؟ بله. و ما پدر مادرها چه کار میتونیم بکنیم؟ من تجربه خودم بگم، این رو مال خودمون در مورد بچه هامون، بچه های ما وقتی وارد این کشور شدیم اولین گروهی بودن که به اصطلاح آموزش جنسی رو به عنوان سیستم درسی، ماده درسی به اصطلاح، وارد کرده بودن در چیز و قبل از اینکه تعطیلات تابستون بشه برای ما نامه دادن و گفتن که ما از این به اصطلاح سپتامبر به بعد میخواییم سکس ایژوکیشن رو بذاریم برای بچه ها، اگر شما از نظر دینی مذهبی ایرادی دارید که بچه هاتون تو کلاس نباشه میتونید الان بنویسید، اگر نه اوتوماتیک اینا در کلاس ها خواهم بود. که من با شوهرم نشستیم صحبت کردیم، با هم دیگه فکر کردیم خب چی کار بکنیم ما این مسئله رو، و چونم گروه اولین سری بودن تازه این سیستم رو وارد کرده بودن یه خورده نمیدونستیم چی کار بکنیم. خب 6 هفته وقت داشتیم، نشستیم با هم دیگه دعا کردیم گفتیم خب چی کار بکنیم این رو، و این مسئله مغز خوب یادم بود که اولین اطلاعات رو اگر بدی اون میشه منبع مرجع برای بچه ها. خوب یادمه من با دخترمون و شوهرم با پسرمون صحبت کردیم اینها رو جدا جدا، البته شوهرم خیلی هم براش سخت بود، میگه من نمیتونم، قرمز شده بود اینا، حالا ولی به هر حال یه مقدار صحبت کرد دیگه، بقیه بعد از اون رو من صحبت کردم تو این 6 هفته با این بچه ها
مرتب به اینها، حتی مسئله بلوغ رو بهشون گفتم، نظافت شخصی که اگر مثلا بر دخترمون این مورد پیش اومد برات چطوری خودتو تمیز کنی، چطور خودت مواظبت بکنی، در مقابل این مسئله چی کار بکنی، همه اینها رو توضیح دادم. و مرتب باور کنید اصل تکرار خیلی مهمه. از هر دو تا سه تا جمله هی میگفتم در چارچوب ازدواج، دو تا سه تا جمله میگفتم در چارچوب ازدواج، خدا این رو گذاشته برای ازدواج. ولی خیلی گرافیک نرفتیم توش، یعنی دوتامونم خیلی زیادی توی جزئیات بریم مناسب هر سنی نیست. برای پسرمون میتونستیم این کارو بکنیم، برای اینکه 13 سالش بود تا حدی میتونستیم توضیح بدیم، ولی دختر ما 7 سالش بود نمیتونستیم تا اون حد بریم. ولی براش قشنگ توضیح دادیم که چجوره این مسئله، براش تا اون حدی که خودش درک میکرد اینو توضیح دادیم. باور بکنید توی این 6 هفته، یعنی از مهمونی زدیم، از نمیدونم چی، من خیلی چیزها رو انجام ندادم، صرفا وقت گذاشتم برای این مسئله. وقتی رفت برای یعنی بچه‌ها رفتن تو مدرسه، حالا خب پسرمون بزرگتر بود، اونم یه خورده به هر حال پسر دیگه از شیطنت خاص خودش به مسئله نگاه میکرد. ولی دخترمون، من خوب یادم بهش اینو گفته بودم که میدونی که چون هورمون ها در نوجوانان، خدا جوری بدن ما رو آفریده به شکل طبیعی قطره قطره میاد این هورمون ها، اما در سنین نوجوانی مثل اینکه شیر آبو باز بکنی یهو هجوم میاره. حواستون باشه ممکنه عصبانیت تولید کنه، پرخاش در شما تولید کنه. و دخترم گفتم تو خیلی عاشق میشی، هر چی رو ببینی خوشت میاد، ولی یادت باشه این تو نیستی که عاشق شده، این هورمون ها باعث شده. خوب یادم اومد خونه یه روز، 12 سالش بود اون موقع، یعنی بعد از همه این صحبت ها، یه روز اومد خونه برگشت گفت که ماما فلان پسر رو دیدم تو کلیسا، تمام مدت دارم بهش فکر میکنم. گفتم عاشق شدی؟ گفت من عاشق نشدم. بعد اینطور زد به شکمش، گفت تو مگه کوچه که من ام نداری، اینم میگذره. باور کنید، خب این اگه من اگر این اطلاعات رو ندارم، خدا رو شکر میکنم، این اصلا مسئله پوز دادن و افتخار و این چیزا نیستا، این حکمتیه که خدا میده، اگه دعا کنیم خدا میده این رو. دعا کردیم با هم دیگه و خدا این راهو پیش ما پای ما گذاشت. و خودش فهمید در طول این سالها بارها، گفت از این خوشم میاد از اون خوشم، و خودش هم میدونست. یعنی شما واقعا زمینه رو دادین، دعا کردین، و خیلی وقتا هم که وقتی چیزایی که میشنون، بله، آدم میتونه در واقع سوژه است برای تعلیم رو، بله، بله، بیشتر توضیح بده. بله، در قالب ازدواج خیلی سن پایین‌تر این با اینا، با بچه‌ها در مدارس اول تخم مرغ رو تو دستگاه ماشین میذارن، با تخم، با بچه‌ها، با پرنده ها، با خرگوش و خوکچه هندی، و همینطور با گیاهان ابتدایی ترینش ابتدای. وقتی به دبستان هستن با گیاه بعدن شروع میکنن، مرحله به مرحله است. اینطوری نیست که یه هایی بیان اینها رو هجوم اطلاعات بسیار، تو سنین نوجوانی چرا این کارو میکنن، ولی چون قبلا از گیاهان و از حیوانات شروع کردن میرسونن به سنین بلوغ که میشه دیگه. متشکر خالص، واقعا ممنونم. دوستان عزیز یک استراحتی داشته باشیم تا برگردیم به بخش کتاب میرسیم. دوستان عزیز، ما به بخش کتاب میرسیم. میخوایم ببینیم که خواهر لوئیز امروز برای ما چه کتابی دارن که برای ما معرفه کنن. لوئیز جان چی دارین؟ بله، البته خیلی سعی کردم من در مورد موضوع برنامه امروز اگر بتونم چیز فارسی پیدا کنم بیارم، حقیقتش نتونستم، ولی کتاب اعجاب فیض رو پیدا کردم تو کتاب خونمون از فیلیپ یانسی، که دوست عزیزمون نادر فرد این رو ترجمه کرده، مال انتشارات کلمه هستش، میتونن تهیه کنن دوستان عزیز. فیلیپ یانسی یکی از بهترین نویسنده های زندگی روزانه مسیحی هستش، و اینو میگن نویسنده نویسندگان، یعنی دیگه تاپ. حالا بعضی از جاها میگن حتی این پیغامایی که در کتاباش مینویسه حالت نبوت داره، مال من کاری به این چیزا ندارم. اون چه که مهمه این کتاب
شاهکار کتاب کارهای فیلیپ یانسی است. این نویسنده دو تا کتاب بسیار معروف داره، کتابای زیادی داره، ولی شاهکارش یکی این که قبلا عیسی رو نمیشناختم و عیسایی که آره قبلا میشناختم یا نمیشناختم نمیشناختم بله. و این اعجاب فیض، این دوتا از شاهکارهای چیزه. اتفاقا برای پدر مادرها من فکر میکنم خیلی کتاب مناسبی از این نظر که چیزی که احتیاج داریم فیضه. همه ما برای همین مطلبی که حتی امروز صحبت کردیم، فیض خدا نباشه، حکمت خدا نباشه، محبت خدا، عدالت خدا، هر چی رو میخواید اسم ببرید، اینا نباشه، ما نمیتونیم زندگیمون رو به شب بکشونیم. از صبح مسائل بسیار زیاده، مخصوصا اگه بچه داریم، باز کماکان مشکلات خودمون جای خودش، مشکلات بچه هامون هم هست کماکان، با مسائل بیرونشون، درونشون. در هر حال فیض خدا، این کتاب خوب توضیح داده شده که فیض یعنی چی. سبکی که فیلیپ یانسی در این کتاب استفاده کرده اینه، اول اومده گفته چی نیست، فیض چی نیست. ما یک ضرب المثل فارسی داریم، میگیم ادب از که آموختی، بعد جواب اینه که از بی ادبان. چیزای منفی رو اول گفته که چیها نیست و خود به خود خواننده به این نتیجه میرسه بس فیض چی هست. ما قبلا هم در یکی از برنامه هم من یه تعریف سرسری به قول معروف از فیض کردم، این بود که فیض در واقع اون چی که لیاقت ما نبوده خدا به ما داده و اون چی رو که لیاقت ما بوده اونو از ما گرفته. ما لیاقت ما مرگ ابدی بود، اونو از ما گرفت و حیات ابدی که لیاقت ما نبود به ما داد. این یعنی فیض. و تا حدی هم این کتاب این مسئله رو تأکید میکنه که ما لیاقت ما نبوده، اگر لیاقتی داریم در مسیح داریم. بسیار در مورد مسائل مختلف روزانه تجربه های خودش رو، اکثر چیزهایی که اینجا نوشته تماما داستانهای واقعیه، فقط کاری که کرده فیلیپ یانسی اسما رو عوض کرده، ولی مطالبی که اینجا صحبت کرده، مشکلات فیض به اصطلاح چی هست چی نیست در طول روز، این فیض خدا، این اعجاز خدا، واقعا اعجاز هستش، جز معجزه در واقع، این در زندگی روزمره ما به چه درد ما میخوره. خیلی ممنون. من خودم خیلی این کتاب رو واقعا، و ترجمه ای هم که نادر فرد کردم، بسیار ترجمه خیلی عالی و بالایی هستش. من تا اونجا که یادم میاد این کتاب باید از طریق ایمیل دریافت کنم، چون که برای دوستانی که به خصوص در ایران هستن دستیابی به وبسایت گاهی سخته، پس از طریق ایمیل کلمه درست میگم. آیا در برنامه داده میشه این ایمیل برای؟ فکر کنم اعلام باید بکنیم، kalame.com هستش. info@kalame.com هستش. خیلی ممنونم لوئیس جان، متشکرم ازتون. پس دوستان عزیز، شاید بعضی از شما مطلع باشین که این هفته هفته کتاب مقدسه، هفته نشر و گسترش کتاب مقدس، به صورتی که تمرکز بیشتر در این زمینه هست. پس یک تیزری با هم ببینیم در این مورد تا برگردیم. کتاب مقدس که کلام الهی و پیام رهایی است، هرگز در زنجیر نخواهد ماند. پس از سالها انتظار، انجمن کتاب مقدس ایران که مسدود بود، به تازگی بازگشایی شد. اگرچه در خارج از کشور عزیز ما ایران، ولی رسالت آن تغییر نکرده و همچنان پایدار است. نشر و پخش کتاب مقدس در میان همه ایرانیان هدفی است که انجمن کتاب مقدس ایران در طول موجودیت خود دنبال کرده است. بدیهی است که تحقق بخشیدن به این هدف بزرگ با کمک الهی و نیز همراهی شما مسیحیان ایرانی میسر خواهد بود. به همین مناسبت هفته 16 تا 21 نوامبر برابر با 25 تا 30 آبان ماه 1394 هفته دعا برای انجمن کتاب مقدس ایران نامگذاری گردیده است. پس از شما دعوت می‌کنیم که با ما یک دل و یک روح شده برای انجمن کتاب مقدس ایران دعا کنیم.
خب دوستان برمیگردیم بعد از این کلیپ زیبا با قسمت پایانی سوالات امروز. خواهر لوئیس، دو سه سوال اینجا هستش که شاید به صورت مستقیم مربوط به برنامه نمیشه، اما به رسم احترام به سوالات بینندگان. دوستی سوال کردن که با درود بر شما عزیزان، سوال من اینه که شاید خیلی مربوط نباشه، پسر 25 ساله دارن که از شیرخوارگاه برداشتن و خودش کمی حس کرده که شاید در رابطه با این مسائل چیزی میدونه، آیا وقت اون هستش که توضیح بدیم و اون رو راهنمایی بکنیم و در رابطه با این احساساتش چیکار بکنیم؟ یک سوال دیگه اینه که دوستی دارم که قبل از ایمان آوردنش تغییر جنسیت داده و حالا که ایمان آورده آیا میتونه ازدواج بکنه یا خیر؟ و اگه ازدواج بکنه با چه جنسیتی باید این کار رو بکنه؟ و سوال آخرم اینه که سلام عزیزان، همسر من میپرسه که خود ارضایی برای کسی که امکان ازدواج نداره حکمش چیه؟ که هر سه تا سوال در سه ناحیه مختلفه. آره خیلی زیاد شد الان دونه دونه. اگر اولین سوال در رابطه با شیرخوارگاه و شخصی که ببینید، ما میتونیم نظر بدیم، پیشنهاد بدیم، ولی نمیتونیم هیچ وقت راه حلی رو بدیم که اگر یه چیز خصوصی مثل این هست. این دیگه به توافق بین زن و شوهر هست. اگه زن و شوهر با هم توافق کردن که به بچه چیزی نگن، تا اینجایی که میفهمم تا 25 سالگی این بچه هنوز نفهمیده که از شیرخوارگاه برش داشتن، با بین خودشون باید صحبت بکنن، به توافق برسن. برای یه پسری که 25 سالشه و یهویی با این مسئله روبرو بشه، نمیدونم، من حقیقتش نمیتونم بهشون بگم بگید یا بگم که نگید. باید بین خودشون، اگر ایماندار هستن بهتر دعا بکنن در این مورد، ببینن که واقعا خداوند آیا هدایتشون میکنه. البته ممکنه بعد از فوت پدر مادر تازه متوجه بشه که این از پرورشگاه اینو برش داشتن، شاید بد نباشه بگن. من فقط میخوام این رو به عنوان یه چیز 50-50 بگم، نمیخوام 100% کسی رو این وسط مجبور به کاری بکنم که شاید درست نباشه. ولی پیشنهادی که دارم اینه که دعا بکنن، ببینن اگر واقعا هدایت میشن با شوهرشون صحبت بکنن، میخوان به شکل خیلی درست و منطقی با این شخص صحبت بکنن. درسته. در رابطه با موضوع همجنسگرایی، اولین که خیلی ممنونم که شبکه ما رو از نظریات خودتون رو هم مطلع میکنین و نظر شخصیتون رو هم عنوان میکنین. حالا با این حساب، بس شخصی که تغییر جنسیت داده آیا میتونه ازدواج بکنه و با کدوم یکی از جنسیت‌ها؟ حقیقتش رو بخواید من نمیدونم در این مورد توصیه بکنم ازدواج بکنه یا نکنه. در اینکه شخص نسبت به هویت قبلیش ناراضی بوده، در این شکی نیست، چون در اون شخصیت قبل، هویت قبل خودش، اون طوری که باید کارایی می‌داشته نداشته، خودش رو در یه قالب دیگه ای دیده، کار از کار گذشته. الان در واقع تغییر جنسیت رو دادن در اینکه این مسئله. حالا این تغییر جنسیت جدید، آیا سوالی که الان بر من هست اینه که آیا در هویت جدید واقعا خودشون رو در اون هویت جدید میبینن؟ اگر خودشون رو در اون هویت جدید درست میبینن، مثلا اگه دختر بوده پسر شده، خب آیا واقعا خود رو پسر هنوز میبینه؟ چون همه برمیگرده اینجا. تغییر جنسیت یه چیز ظاهریه، ولی آیا این تغییر در فکر، در اون سیستم مغزیش انجام شده؟ اگر انجام شده، به اون مرحله رسیده، این تغییر هویت باید این رو قادر بکنه بتونه عاشق بشه. اگر میتونه عاشق بشه، عاشق جنس مخالف میتونه بشه، خب بالاخره ازدواج باید بکنه. در این یعنی منظورم عاشق که میشه و دوست داره ازدواج کنه. اگر در هویت جدید، مناسب هویت جدید کارکرد داره، هر کاری میخواد بکنه بکنه. درسته. و سوال آخرم اینه که در رابطه با خود ازاییه و یک کسی بله. که امکان ازدواج نداره، میخوام چیزی رو در این مورد، اتفاقا خوشحالم این سوال مطرح شد، برای اینکه وقت نکردیم به این مسئله ما برسیم. ببینید همه چیز برمیگرده به بچگی. یکی از هدفهای مهمی که من خیلی مصر بودم این برنامه رو داشته باشیم این بوده که چون میدونم مسئله بچگی چقدر مهمه و پایه‌هایی که در زمان بچگی گذاشته میشه رو بچه‌های پسر بچه بین چند ماهگی، از طرفای 4-5 ماهگی وقتی که میخوان زیرشون رو عوض کنن، ناخودآگاه با بدنشون بازی میکنن. این به شکل طبیعی کاملا طبیعیه، برای اینکه جزء حتی دختراشم
برای اینکه یکی از مراحل رشد در این سنین چند ماهگی اینه که بعد از اینکه پدر مادر رو شناخت، بعد از اینکه رنگ و شناخت، صداها رو شناخت و دونست این پدرمه، این مادرمه، این فامیله، فرق داره. وقتی اینا رو شناخت، بچه متوجه میشه که یه بدن داره. تا این سنین هنوز متوجه نشده بوده. الان فهمیده که بدن مجزایی داره که مال خودشه، مالکیت خودشه، داره خودشو کشف میکنه. این مسئله ای نیست. فقط توصیه‌ای که میخوام بکنم به پدر مادرها اینه که مطلقاً هرگز 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 پشت دست بچه رو نزنن و نگن این عیبه، این کار غلطه. نه، این کار غلط نیست، در مراحل اولیه طبیعیه و دارن خودشون رو میشناسن. اما نگفتم که بذارن ادامه بدن. میخوام حواسشون رو پرت کنم. دقیقاً. میخوام انگوش رو این بذارم. باید به شکل خیلی طبیعی، خیلی قشنگ، با محبت، با ماچ کردن، با آواز خوندن، با چیز، یواشکی دستشو بردارن رو صورت مادر بذارن یا اینکه حواس بچه رو پرت کنن یا موقع زیر عوض کردنش یه اسباب بازی دست بچه بدن. دستای بچه رو مشغول کنن، حواسشو پرت کنن. چون خطری که هست، من چرا میخوام در این رابطه این رو بگم، چون که اگر این مسئله از سن 3 سالگی به بعد ادامه پیدا کنه، یعنی تا زمان 3 سالگی این عادت شده. خب این عادت شده و این بچه عادت اگر کرد، چون این کار درش آرامش ایجاد میکنه، این علاوه بر اینکه شناخت ایجاد میکنه، در بچه یک حالت آرامش و آسایش ایجاد میکنه. در واقع یه جوری اینجوری خودشو میخوابونه برای خواب. خب وقتی به یه سنی که رسید که دیگه زیرشو نمیبندن، از این وسیله استفاده میکنه برای آرامی خودش. اگر عصبانیه، اگر یه اسباب بازی خواسته، اگه چیزی خواسته بهش ندادن، از دست پدر مادر ناراحتی یا هرچی، کذب بکنه یواشکی در خودش، اگر آشکارا نکنه، مخفی این کار رو میکنه. و اینها چون جلوش در زمان مناسب گرفته نشده از نظر حواس پرتی، منظورم زدن دست اینا نیست، و هرگز شرم به بچه وارد نکنی، تزریق نکنی، نگید این کار غلطه یا این اشتباهه یا این کار بدیه، نباید بکنی، پشت دست بچه رو نزنی. حواس پرتی بهترین روشه. یه خورده بزرگتر که میشه، موزیک و ورزش بهترین روش هست برای حواس پرتی بچه ها از این مرحله، که کار به اینجا نکشه، چون این مسئله در سنین بزرگسالی اتفاق نیفتاده، این 100% در بچگی اتفاق افتاده. ولی مثلا اوکی هست که کسی که امکان ازدواج نداره؟ چرا ممکن امکان ازدواج نداره؟ دیگه مسئله سوال اینه، برای هر کسی این امکان ازدواج هست. درسته. چرا این مسئله؟ چون برای اینکه این کار، ما حتی اگر نفر دوم در وسط نباشه، خلاف اون طرح الهی است که خدا برای رابطه جنسی گذاشته. خدا رابطه جنسی رو، کلام خدا میگه پدر، پسر، مرد پدر و مادر خودش رو ترک میکنه، که این آیه رو ما قبلا توضیح دادیم در برنامه‌های پیش، و به زن خیش میپیوندد و اینا دیگه دوتا نیستن، الان یک تنن. یک تنی زمانی ایجاد میشه که زن و مرد باشه. درست. حتی بین مرد و مرد، بین زن و زن، و یا شخص تنهایی خودش، این خلاف اون طرح الهی هستش. بنابراین مطلقا باز نظر شخصی منه، چون شخص دومی این وسط نیست، این کار غلطه و این عادتیه که از بچگی رشد کرده. مرسی، ممنونم از توضیحات کاملتون. خیلی لوئیس، ممکنه که جدای از عادتهای بچگی، کمبودای خاص روحی هم باشه. دارم همینو میگم، گفتم بچه ها وقتی که این رو عادت کردن، لذتش یا آرامیش، آرامشش رو فهمیدن، زمانی که چیزی مطابق میلشون نمیشه، زمانی که کمبود محبت هست، چیزی که باید خیلی دقت کنم، من به خاطر وقت احساس کردم که باید کوتاه‌تر صحبت کنم، اینه وقتی که بچه رو ما حواسشون رو پرت کردیم، باید یه چیزی بهش بدیم، و محبت، آغوش مادر، آغوش پدر، گرفتن، بغل کردن بچه بسیار مهمه. بچه هایی که از نظر عاطفی کمبود داشته باشن، جایگزین میکنن این مسئله رو، این مسئله رو جایگزین میکنن، برای اینکه از نظر عاطفی، احساسی، به اون ارضایی که باید به عنوان یک انسان، به عنوان بچه تو خونه از پدر مادر اونو داشته باشه، نخواهد داشت، و جایگزین میکنن این رو.
هومن جا اگه شما سوالی از بیننده ها ندارین من این سوال بپرسم. من نه، من سوال دیگه اینجا خیلی است. فقط خیلی کوتاه برای دوستانمون، اگر که پدر مادری متوجه میشن که بچهشون تصاویری دیده یا اینکه فیلمی دیده یا چیزایی دیده که مناسب نیست، برخورد درسته یک پدر مادر با این قضیه چطور میتونه باشه؟ این اولا مثل همین پشت دست زدن، اولا که برخورد تند خیلی غلطه. به محض این که ما یک برخورد با عصبانیت یا با تحکم انجام بدیم، وسیله‌ای میشه برای انتقام برای بچه ها. اولا خونسردی خیلی مهمه، قیافه مختدر خونسرد. ما گفتیم والدین مختدر هم انضباط از بچه ها میخوان، یعنی توقع زیاد، و همینطور پشتیبانی احساسی زیاد. وقتی با این مسئله روبرو میشید، بهترین فرصت هست اتفاقا با بچه ها صحبت بکنی. یکی از سوژه هایی که میشه استفاده کرد اینه که یهو بچه غافلگیر بشه توسط پدر مادر که دارن چیزایی رو نگاه میکنن. وقتی متوجه شدن بهترین فرصت است توضیح بدن، یا اینکه در یه جمعی هستن همه دارن فیلم نگاه میکنن، بچه هم نشسته یهو یه صحنه ناجور میاد. و من یادم است پسرمون با چیز میکشید رو سر خودش، این لباسش آره میکشید رو سرش، میگفت نه آها این خوب نیست. یا مثلا دخترم من یادم میگفت اینطوری میکرد و نگاه نمیکرد. حالا خب هر چقدر بد که بزرگتر میشن دوست دارن نگاه کنن، کوچیکن که این عکس العمل رو نشون میده. ولی منظورم به اینه که عکس العمل پدر مادر خیلی مهمه که در کمال آرامی ولی استفاده کنن، بگن که این صحنه مناسب سن تو نبوده، اما حالا که دیدی برات توضیح میدم که این عملیه که برای زن و مرد گذاشته خداوند. و اینجا باز یه سوژه هست که شما توضیح بدید که مسئله رابطه یک تنی، رابطه زناشویی چیزی هست که در حیطه ازدواج کلام خدا تجویز میکنه. ولی وقتی توضیح میدیم، وقتی میگیم صرفا نگیم نکن. بله نه نه. دلیلش رو توضیح میدیم. قضیه کاهش وزن گفتم، وقتی کسی که گرسنه است نمیره خرید بکنه. ما اگر توضیح ندیم در واقع بچه هامون رو گرسنه محبت و کنجکاو و اینها میفرستیم به دنیایی که پر از این اطلاعاته بله. و همه چی رو میخواد تجربه کنه. چون کنجکاوی خیلی وقت، جدا از اینکه هوان جان در مورد اتفاقی بودن قبل از برنامه صحبت کردن که خیلی وقت بچه ها اتفاقی خیلی چیزها رو میبینن، ولی خیلی وقت های دیگه کنجکاوی، پس باید به اون کنجکاویشون مسیر درست بگیم. پس دوستان عزیز، ما به قسمت دعاهای شما میرسیم، برمیگردیم و برنامه رو با دعاهای شما ادامه خواهیم داد. عزیزان به بخش دعاهاتون رسیدیم. خواهش میکنم که با ما همراه باشیم و متحد بشیم برای عزیزانی که درخواست دعا کردن. بیننده خواستن که برای پسر کوچکشون به اسم امیرضا که فلج مغزی دارن، مری خواستن که برای افسردگی رضا و شفای کامبیز دعا کنیم، شهلا خواستن که برای برکت مالی و کاری ساناز، اعتیاد رضا، غلام رضا و از زانو درد طیبه دعا کنیم، طاهره برای درخواست برای شوهرشون که معتادن و خانواده شوهرشون درخواست دعا داشتن، شیرین خواستن که برای قوی شدن ایمانشون و برکت مالیشون، مسیح برای ناراحتی قلبی، محسن برای اینکه از جادو و جنبل و شیطان پرستی آزاد بشن، آرمن برای رهایی از مشکلات مالی، مونا برای اینکه خدا دستش رو بگیره. میخوایم که دعا بکنیم برای این عزیزان. پدر جان، کسایی که مشکل مالی دارن تک تکشون رو به حضور تو میاریم. مسئله اعتیاد رو خداوند دعا میکنیم که تو عزیزان رو لمس بکنی و حضور قدوس تو چنان عزیزان رو در بر بگیره که خداوند فقط و فقط روی تو رو بطلبن. همینطور برای بیماری ها دعا میکنیم که شفای الهی تو جاری بشه، و همینطور عزیزانی که مشکل مالی دارن تو اونها رو برکت بده. همه این عزیزان رو به حضور مقدس تو میاریم، در نام عیسی مسیح میطلبیم. آمین.
خب لوئیس جان، اگر شما برای نوید جان دعا بکنید و ادامه بدیم خیلی ممنون. بله نوید عزیز، مریم، باز مریم، عسل، سلیمان، یک بیننده‌ای، مهدیه، وحید و فرزاد، همینطور افسانه و ریحانه، اینها خواستن که براشون دعا بشه. خداوند مسیح، همه این عزیزان رو به حضور مبارک تو میاریم ای خداوند، و تو تک تک این درخواست دعاها رو میدونی ای خداوند. تو میدونی کی احتیاج به شفا داره، کی احتیاج به برکت مالی داره، کی احتیاج داره که گره زندگیش باز بشه و مشکل روابطی رو ای خداوند. حقیقتا میخوام برای تک تک این اسامی که اسم برده شد خداوند بگم چشمه شادمانی از بطن این عزیزان بزنه بیرون، در خانه و خانواده این عزیزان چشمه برکت، چشمه شفا، چشمه رابطه درست ای خداوند بجوشه از زندگیشون. خداوندا حضور زنده و مقتدر تو بر زندگی این عزیزان باشه. دعا میکنم حقیقتا و عزیزانی رو که احتیاج به شفا دارن، امروز سایه شفا بخش تو بر این عزیزان بیفته خداوند، و هر کدوم این مریضی ها در نام عیسی مسیح تبدیل به شفا بشه، بیرون بره از بدنشون و سلامتی کامل به این عزیزان برگرده. خداوندا برای عزیزانی که برای کار، برای مشکلات مالیشون دعا کردن، حقیقتا دعا میکنم که در روزهای آسمان رو، روزنه‌های آسمان رو تو برای این عزیزان باز بکنی و برکت بدی زندگی این عزیزان رو، و رابطه سلامتی ای خداوند بر زندگی این عزیزان برقرار بشه. اگر مشکل روابطی هست در نام عیسی مسیح تبدیل به آشتی و صلح بشه، چون تو خدای صلح و آشتی هستی، و در نام مسیح این دعا رو میکنم. آمین. 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 خداوند منم همچنین برای سهیلا که درخواست دعا برای ازدواج و کارشون داشتن، و همینطور برادرشون که زودتر ببینن، برای نسرین که همراه خانوادهشون در کشور یونان بدون پول موندن، برای پور فرخ که مشکلی داشتن و به دعای ما محتاج هستن، برای سینا مسئله معافیشون که مشکلی پیش نیاد و خداوند قلب مسئولین رو لمس بکنه، برای آقا یا خانم آقایی که درخواست دعا برای همسر بیمارشون داشتن، برای مرجان که درخواست دعا برای پسرش علی که از سیگار آزاد بشه و آرامش پیدا بکنه، برای فرح که درخواست دعا برای امتحان امین داشتن، برای سهیلا برای درخواست دعاشون که خانوادهشون هرچه زودتر به اون ملحق شن، لیلا برای خرید منزل و ازدواجش، مریم برای درخواست دعا برای آرامش رسول و اینکه مشکلی که پیش اومده براشون به خیریت تموم بشه، سالومه خواسته برای سهراب و ترک اعتیادش دعا کنیم، همچنین برای رفع مشکلات ساگا و سالومه و سیاوش و طوفان، ملیحه برای جاری شدن اراده خدا در زندگی فرزندانش مهران و علی که در ایران هستن، و برای خودشون و همسرشون که پناهجوان، و بیننده ای هم برای خودشون درخواست دعا خواستن، و شیرین هم برای لمس قلب همسرش. واقعا تمام این مسائل رو به حضور تو میاریم عیسی مسیح. دوستان به انتهای برنامه رسیدیم. تکرار این برنامه که قسمت اولش بود همین فردا ساعت 3 بعد از ظهر خواهد بود، و همچنین چهارشنبه ساعت 3 بامداد که میتونین اون رو تماشا بکنین، و فردا در برنامه همراه با شما قسمت دوم موضوع پسر انسان با کشیش کیوان سایروس ادامه خواهیم داد. پس اگر در رابطه با پسر انسان هم سوالاتی دارین میتونین با ما در ارتباط باشین. اما برای امشب وقت ما به پایان رسیده، شما رو به دست خدا میسپارم. شب شما بخیر. خدا نگهدار. رنگ آسمون زمینمون وقتی دستامون تو دست هم باشه، وقتی تو قلبای هر کدوم ما خوبی ها زیاد بدی ها کم باشه، میشه همراه شما پل بزنیم از سیاهی به سپیدی و امید،
با خدایی که نگاهش به شماست میشه آسوده به خوشبختی رسید.